شما را دوباره خوش آمدید میگیم. تشکر که با برنامه افطاری هستین. داستان یا قصه تلخ زندگی دوست ما ولی جان با هم دیدیم، دردناک است واقعا. آقای بهمن، شما قصه شان دیدین، چی فکر میکنین در این یک وضعیت؟ یکی از هموطنان ما نه، که هزاران هموطن ما زندگی میکنن. خب گزارش اخیر دولت افغانستان ما، شما شاید بودیم، تقریبا در حدود نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. متاسفانه یک وضعیت خوب نیست برای همین شرایط امروز افغانستان. من امیدوار هستم که خب مثل ای برادر ما که قصه ایش ما دیدیم، صدها هموطن ما در مشکلات زیاد زندگی میکنن، مایوس نباشند. خداوند بسیار بزرگ است و مهربان است. انشاءالله کسایی پیدا میشن که همکاری و همو خیراندیش هستن و نیازمندار همیشه کمک میکنن. یعنی همیشه یک در روشنی باز است. به امید از این که سکتور خصوصی افغانستان و تاجرا و سرمایه‌گذارای افغانستان، من میفهم که همت دارن، همیشه کمک کردن، اما یک شکل منسجم شوه که همین کمک ها درست مدیریت شوه، به همون نیازمنداش برسه. هر هموطن ما، هر تاجر ما، هر دوست ما که سراغ همچو برادرای ما را داره، میشه که هماهنگی بکنن، به همون کسایی که کمک و همکاری دارن برسانن صدایشان و شریک بسازن، تا باشه که این مشکلات در وطن ما خاتمه پیدا بکنن. سلامت باشین ولی جان، به استودیو دعوت میکنیم در بخش مساعدت و همدردی، و چند دقیقه امرایش همدردی میکنیم، صحبت میکنیم و پولی را که به برنامه امشب کمک شده برشان اهدا میکنیم. سلام، خوش آمدید. خوش باشین جانتان جور، خیر خیرت هست. خوش آمدید. خوش باشین. خودتان بفرمایید عزیزم. ولی جان چی کار میکنی؟ امی جوار لوشاش پاک میکنم. اون امور رو بدر خانه کس در یک ماه در خانه صدر پا میتا. اگر دلشان شد میتا، اگر نیکه نشد دویچو. به شوا و روزا و سیاسرم گوش نگیرم تیر کده، بیچاره گیرم تیر کده. خودم قوست توان نداشتم که یک چیز کنم، دیگه خط و چیز از دست من نبود. این حال نمی کوشش میکنم که چیز در دستم بیایی نمیشت که کای خود خودم واره نشه. آینده ایش سین مکتب بخوانن، درس بخوانن که آینده ما واره نشه. خودم در نمی مزدورکاری عملیات شدم، تکه تکه شدم. اینم یالم بغلم پوندیدم. کار برتن پیدا نشده، کار مناسبه که نه تو کار سعی برم سعی پیدا نشد. اونم هر کدام که بگویم که برای کار ببریم دیگه کنه، اگه که کار گلب صبح باستانه میتنه سیاسر من به خدای به شوار روزا گوش نگیره تیر کده. مردم گفتش که اگر چیز دادش دادش، اگر نه که نداریش صبح دیگه صبح ما اینه ما یه چیز میخوریم شما نمیخوریم. سیاسر من به جانب خدا زیر خیلی چطور کنیم خوش سهری و افطار غذا پیدا میتنین که خود شما بخورین و خانواده شما بخوره؟ نه نه سگ دیگه اون که کدام تا اگر کدام مسلمان رحم خوردونه برای ما آورد آورد، اگر نکنه آوردونه در شو بی پشه بیام روزا میگیره، مجبور هستم. چند اولاد دارین؟ از من مال خدا سه تا بچه گکایم است، سه تا دختر گکایم است. دو تا دختر گکایم برای زای الله رفته، یکی شان برتان قصه کردم که یودم پنج سال گک بود، پس سیده وایش پیشم نبود تا برف همسایه ما که پاک کردم و گک از دستم رفت. در دو صدر پر شبخانی میمان که بردمش از دستم رفت. هیچ کس نبود همسایه کمک؟ نه نه دیگر او دخترک از دست گرفت دیگر کمک نما خلاش تا بمن سیده همی که بردمش هم روی اکش من روی مگو پدر روی ماچ کو ما زنده میمانم، یعنی من گفتم خدا میره بانوز بچه. از ولی جان میخوایم پرسال بکنیم کوتاه بر ما بگوین با پولی که امشب با شما کمک میشه چی میکنین؟ اینا می گگان چیز میکنیم که مون برای خرج خانه ما شوه، مادی احتیاجی و احتیاجی ادم شدگی برای ما. کسی که ما کمک کرده خداوند تعالی در سر مالش برکت کنه، تا که دنیا آباد است، آباد باشه، خداوند جنت فردوس نصیبشون کنه، خدا ده هیچ میدان نشرمانشون، خداوند اجر نصیبشون کنه. دیگه ما برشون دعا میکنیم کسایی که پول فرستادن به بخش مساعدت و همدردی برنامه افطاری برسه و قبول باشه. خداوند در دربار خود قبول کنه، خداوند در دربار خود قبول کنه. آمین میگیم. خب پولی که امشب قرار است که با ولی جان مساعدت شوه، بله
از طرف بنیاد خیریه بیبیار 100,000 افغانی، 5,000 افغانی از طرف برنامه افطاری، 5,000 افغانی از طرف بانو پروین پشتونوار از لس آنجلس آمریکا، 15,000 افغانی از طرف بنیاد اتاق تجارت بین المللی افغانستان، عالمشا نظیری و ماریا نظیری از آلمان تا ختم ماه رمضان 5,000 افغانی، 100 دلار از طرف تاجر جوان افغان مقیم لندن سید زبیح الله هاشمی از کالیفرنیای آمریکا 5,000 افغانی که در مجموع تمام پول 135,000 افغانی و 100 دلار است که حالا می‌بینیم آقای بهمن چقدر پول دیگه بالایش اضافه می‌کنن. حتی جان تشکر. ما امروز 15,000 افغانی دیگه هم اضافه کردیم. 30,000 افغانی کمک‌های همیشگی شما که هست. کمک‌های همیشگی هست. روزانه 15,000 افغانی. قابل ذکر است که در حدود بیشتر از 1,000,000 افغانی را امسال از طریق بنیاد ما اختصاص دادیم برای هموطنان نیازمند. سلامت باشین دوستا. در مجموع پول کمک شده با ولی جان 150,000 افغانی به هیچ میدان نشرمانیتان، ما براتون دعا میکنیم. 150,000 افغانی و 100 دلار پولی که امشب ولی جان به دست آورد. دوستا حال وقفه کوتاه داریم و پس از وقفه با مهمانای بسیار خوب ما افطار می داشته باشیم.